رسانه های محلی بحرین اعلام کردند که سفر شیعیان این کشور به عراق و سوریه ممنوع شد. بر همین اساس شیعیان بحرین که در چند هفته اخیر برای زیارت حرم امام رضا علیه السلام و سایر اماکن دینی و مذهبی از سفر به ایران منع شده بودند، در جدیدترین اقدام حکومت بحرین از سفر به عراق و سوریه از بنادر زمینی و هوایی نیز منع می شوند. نزدیک به نیم قرن است که پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در کشور بحرین زیر تیغ یوغ و ظلم و ستم حکومت بحرین قرار گرفته و به هر نحوی شده مانع دستیابی آنها به حقوق و آزادی های دینی و مذهبی آنان می شود. هفته گذشته پس از اینکه دولت بحرین از ورود شیعیان بحرینی به ایران ممانعت کرد، اکنون حکومت بحرین مانع تشرف مردم این کشور به سوریه و عراق شده است. بر همین اساس شیعیان بحرین که برای زیارت حرم امام رضا علیه السلام و سایر اماکن دینی و مذهبی به ایران سفر می کردند، امکان تشرف به ایران را ندارند و در جدیدترین اقدام حکومت بحرین از سفر زائران به عراق و سوریه از بنادر زمینی و هوایی ممانعت کرده است. این امر در حالی است که در هفته های گذشته پس از بازگشت زائران از عراق و سوریه از آنها درباره دلایل سفر بازجویی می شد و شیعیان تحت فشار زیادی بودند. اما اکنون دولت بحرین به طور کلی سفر زیارتی به سوریه و عراق را نیز ممنوع کرده و هیچ زائر بحرینی امکان تشرف به عتبات مقدسه در عراق و سوریه را ندارند. جمعی از شیعیان عراق در اعتراض به این اقدام دولت بحرین تجمع کرده و خواستار رفع محدودیت ها برای شیعیان بحرینی شدند، زیرا سالانه بیش از 100 هزار بحرینی به غیر از ایام اربعین برای زیارت عتبات عالیات به کشور عراق سفر می کردند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.